خب سلام بچه ها این اولین استریم سال 2021 که برای من و اولین استریمی که یه مهمان آوردم و در خدمتتون خودم مارک پشفروش و علی میر جمالی منم خیلی خوشبختم از اینکه در خدمت شما هستم سال نوتم مبارک باشه و از اینکه تو این استریم هستم و در خدمت شما و دوستان هستم خیلی خوشحالم خب این قرار یه استریم خیلی خودمونی و گرم و گفتگو باشه و دوست دارم که در مورد هر چیزی هر موضوعی که به ذهن ما رسید صحبت کنیم ولی خب از قبل گفته بودم که در مورد شاید شبکه و هاردور هکینگ سخت افزار و اینا صحبت کنیم چون میدونم شما علاقه به الکترونیکس و سخت افزار و اینجور چیزا داریم و هر موقع هم با هم صحبت کردیم ساعت ها میتونیم در مورد این چیزها صحبت کنیم واسه همین گفتم میکنم آره بله آره من یکی از علاقه شخصی من یه مربوط به کارهای من هستش هم مربوط به هابی هایی که همیشه داشتم و در موردش به صورت امه. حالا چه برای چه میگم for fun و and for profit چه برای سرگرمی و چه برای کسب درآمد به این موارد پرداختم در گذشته و در حال احتمالا در آینده حالا شغلتون چیه کارتون چیه من در حال حاضر یا در گذشته بذار من از گذشته به صحبت بکنم و خب ببینید من حدود تقریبا 20 خورده سال پیش بیشتر خب در مورد حوزه آیتی در قسمت های مختلفی من جمله مورد مربوط به شبکه جنرال کامپیوتینگ وقتی در مورد اون مثلا 20 و دو سال 24 سال پیش صحبت میکنیم زمانیه که خیلی همه چیز فرق داشت اینترنتی در کار مهم. نبود مهم. ما قبل از اینکه حتی وبی به وجود بیاد دوران بی بی اس هاست و زمان امستاسه حتی ویندوز پنجی هم در کار نبود نمیدونم که اون موقع لینوکس در چه وضعیتی دقیقا قرار داشت و خب اون موقع ما خیلی با توجه به تفاوت مختلفی که بود مثلا شبکه هایی که داشتن دیتابیس هایی که بود روی محیط های نوول بود عمدتا <تصفح> برای کارهای مثلا دیتا انتری و چیز خیلی دنیای دیگری بود بعد و اون موقع من به صورت حرفه ای روی یه قسمتی از مورد آیتی کار میکردم که سخت افزار حرفه ای مربوط به کارهای ویدیویی بود <applause> اصطلاحا بله بله و مثلا مربوط به تجهیزاتی که برای کاربردهای مثلا تلویزیونی یا سینمایی مربوطه و خب و من جمله خب کارهای دیگه هم انجام میدادیم خیلی اصلا همه چیز بسته تر بود اون موقع افرادی کمتری در این حوزه کار میکردن و خب منتها زندگی من به سمت دیگری رفت و اون موقع که کار میکردم در یک شرکت دارویی سوئیسی که اینجا دفتر داشتش مشغول به کار شدم و اون موقع اول فقط به عنوان آیتی منیجر وارد اونجا شدم بعدا که جلو رفتیم یه مقداری منو برای کارهای دیگری هم خواستن دیدن که من میتونم از پتانسیلی که هستش برای یه سری محاسبات مربوط به سپلای چین منیجمنت پیش بینی تولید و پیگیری مثلا یه همچین کارایی استفاده بکنن و بعدا که یه جلو رفتیم اون موقع بخش مارکتینگ دیدن که عملا هیچ وقت نمیتونن یه فورکست پیش بینی درستی از فروش بده و دیدم برای کاره بیزینس پلنینگ اند انالیسیس میتونن از من استفاده بکنن و من تمام وقت به مدت هفت یا هشت سال در اون شرکت من کار کردم و خب م... موقعی که شما به صورت اه, کامل وارد یه همچین شرکت های چند ملیتی ای میشین که مثلا خب در سر, سر دنیا سر هزار نفر اون موقع کارمند داشت و مم. خب اه, یه قسمت کوچکیش ما بودیم آره یکی از تاپ تاپ 10 فارماسیوتیکال کمپانیز که ده مم. کمپانی بزرگ دارویی جهان بود یکی از اصلا فورچون 100 تاپ های فورچون 100 بود یعنی بچه که نمیدونن آره ما یه سری شرکت هایی داریم که از نظر ارزش کل شرکت میره توی یه مجله بسم اسم اینا رو لیست میکنه که مثلا میگن که مثلا به فرض کمپانی مایکروسافت یا کمپانی مثلا به کوکاکولا مثال دارم میزنم اینا برنده آره. بزرگ دنیا هستن و این ها توی اون حالا بیستیت اول تعداد زیادیش مربوط به فناوری اطلاعاته یه مقدار زیادیش هم مربوط به شرکت های دارویی هستن و این خب توی اون یه یکی از موارد بالا بود حالا داشتم میگفتم منتها خب مدتی که من اونجا بودم بعد یه مقدار زیادی از دنیای آیتی دور افتادم و خیلی جذب این شرکت شدم و ام. آره توی شرکت این تیپی که میدید ان نظر پرداخت و اینا خیلی خوبن ولی یهو مثلا میبینید که خیلی علایق کلی که مربوط به آیتی داشتین رو از دست دادین و یعنی وقت دیگه نمیکنید همش درگیر اون شرکت میشین و تو این هم تا جایی که شما بتونید ازتون کار میکشن و پولش هم بهتون میدن برخلاف شرکت های <applause> حالا اسمشون حالا دیگه شرکت های خیلی که شرکت های ایرانی آها آها بعد و بعد از اینکه اومدیم بیرون یه هفت سال عقب افتاده بودیم و یه مقداری من رفتم و الان در یک شرکتی که نسبتا خانگیه مربوط به اصطلاحا Health, Safety and Environment Protectionه ام. کار میکنم جایی که حالا مثلا برای من بیمه رد میشه از طریقش و بعد از اون یه مقداری حالا موارد جانبی هم به صورت دوستی یا مثلا پروژه‌ای قبول میکردیم که بیشتر مربوط به زیر ساختای شبکه میتونه باشه یا موارد این تیپی ولی بعد از اینکه من از اونجا آمدن بیرون یه مقدار زیادی خیلی به من فشار اومده بود هم در محیط کار و هم بنا به دلایل شخصی دیگه مقدار زیادی شروع کردم که خودم رو به علایقم برسم و یه مقداری هم آپدیت بکنم در زمینه علوم روز مثلا خب چیز نبود مثلا من قبل در تمام مدتی که اونجا بودم دانش من از نظر حالا دانش های حالا چه نتورکینگ چه از نظر مثلا دانش های مربوط به پروگرامینگ یا مثلا تکنولوژی آی تی دور افتاده بود و به اونجا داشتم هم خب همین آه آه خب پس یعنی داری میگی که توی فضای کارتون خیلی آشنایی پیدا نکردی با این تکنولوژی و اینا ولی خارج از اون یکم بیشتر تمرکز میکردی یا چون خوابیت بود یا ببین ناکو مسئلهش اینجاست که مثلا به فرض شما میرید در فاز کاری بعد مثلا میبینی که از تکنولوژی عجیب و غریب استفاده میشه وقتی ما یه کورپوریت اینترنشنال میرسیم که مثلا صد هزار تا کارمند داره که از این تعداد مثلا نصفش به اینترنت شرکت وصلن و یه کمپانی هم هستش که کمپانی حالا سوئیسی خیلی از نظر سکیوریتی و اینا براشون مهم و اینا بعد این چیزه به اصطلاح یه چیزایی هست که ممکنه اونجا فقط به درد بخوره مثلا سیستمای کار ایمیلی اونجا لوتوس نوتس بود الان اگر از من که که اصلا لوتوس نوتس چی اصلا فکر نمی کنم کسی تا اسمی ازش شنیده باشه آره مال همون برنامه های کار... لوتوس لوتوس 123 اون اس بود نه از اونها نه مال اون کمپانی هست آره آره سیستم یعنی فرض کن که از زمان ویندوز موقعی که ما من اونجا شروع به کار کردم سیستم ملی که به صورت چیز بود یه سیستم عجیب و غریبی داشتم فقط برای تعیین استانداردهای شرکت ام. که مثلا سیستم عامل کلی اونجا ویندوز NT4 بود اون موقعی که ما وارد شدیم یعنی و بعد از NT4 رفتن روی XP و چیزه به اصطلاح یه سیستم عجیب و غریبی داشتن که همه چیز رو کنترل میکرد سافتورها نمیدونم هاردورها چی بخرید یه قرارداد عجیب و غریبی به آی بی ام اون موقع داشتن برای مثلا تعیین چیز سخت افزارشون ها اینا و خیلی موارد دیگه و من یه مدت زیادی از کارهایی که اونجا میکردم برای کار محاسباتی اینو که انجام میدادیم واقعا محدود به چیزا بود یعنی غرق در کارهایی شده بودم که فقط مربوط به اون شرکت بود اه آه. و مثلا خب کار مسئولیت برانگیزی بود ما یه سری دارو وارد میکردیم که تعدادش مربوط به پیوند اعضا بود اگر کم بود پیدا میکرد خب مثلا کسی که حالا یه عضو پیوندی داشتن کلیه یا مثلا حالا چیز عضو دیگری این پس میزد و ممکن بود طرف بمیره یا مثلا، ام. بله، یه بار هم سعی کرده بودن ساخته داخلش کنن، خوب نبود، بعد یه تعداد مرده بودن، وزیر رو استیزا کرده بودن، گشته بودن کنار، او. نه، ساخته داخل نکرده بودن، از یه چیز آورده بودن، از خدایا از یه کشور اروپای شرقی، و مثلا, مثلا خوب داروی بیماری تالاسمی بود، یه سری داروهای مربوط به چیز بود به سرطان بود یه سری, سری داروهاش لایف سیوینگ بود یعنی اگر نمی بود آدم می مرد بعد طبق معمولا همیشه چیز نبود اسمش چیه پولی در کار نبود خب <applause> و بعد ما در اواخر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بودیم و به سمت ریاست جمهوری آقای احمدی نجات داشتش میرفت اون موقع و از نظر مالی یه تحریمایی بود که حالا دیگه همه میدونن و خب وارد کننده ها پول نداشتن بانک ها دونه دونه میرفتن قبلش موقعی که وارد کننده میخواست دارو رو بیاره چیز میکرد با اعتبار چهار ماهه مثلا میتونست بیاره بعد این یو کمتر شد اتسایت شد اینکه وقتی که از روزی که جنس میرسید بعد بانک ها با هم مبادله میکردن حالا اصطلاح بازرگانی ال سی لتر اف کریدیت اینا رو شاید خیلی بچا ندونن چون کار بازرگانی نکردن زیاد واردش نمیشیم بعدن شد اصطلاحا تی تی توتال ترانسفر شد پیش پیش باید وارد کننده پول میداد تا اینکه بتونه مثلا بعدش سه ماه بعد مثلا دارو یواش یواش تولید بشه بعد مثلا بیاد و این خب این <applause> چیز بود سخت بود و یه همچین مواردی و وارد کنندم چون پول نداشت سعی کرده بودن خصوصی سازی کنن در آخر دوره آی خاتمی و خصوصی سازی شده بود دیگه مثلا از زیر دست هلال احمر و چیز در اومده بود و بقیه جاهای دولتی این باعث شده بود که خب جای خصوصی هم طبق پول نشدن اینا رو تا میدادن مثلا حالا کی بیمه و نمیدونم وزارت خونه و اینا تامین ارز بکنه و اینا اغلب موجودی کم بود این وسط هم یکی رو میخواست که بتونه بیاد آنالیز کنه بر حسب میزان مصرف مدت گذشته و اینا ببینه که واقعا چقدر باید پیش تولید بکنیم که هم به اون چیز نشه دارو واقعا نایاب نشه همین که از اون بر چیز باشه به اصطلاح اون بر دیگه کار ورهاسینگ کار انبارداری در اکثر شرکت این تیپی منسوخ شده و یا اون رو دستشون نمونه اکسپایر بشه تاریخ مصرفش تموم میشه کار اه. عجیب و غریب این تیپی وحشتناک بود دیگه آه. پس از چیزهای فنی آه. بیشتر آها پس از چیزهای فنی رفتی سمت چی میشه انالیسیس و لوجیستیکس و اینا خب آره دقیقاً، دقیقا یعنی مثلا مثلا مقداری زیادی دیتا رو که باید آنالیز میکردم که یه مقداری زیادیش چیز بود به اصطلاح دیتای خامایی که می اومد. فقط روی کارم روی همین دیتا ها فوکوس بود و اسکریپت های مختلفی نوشته بودیم که مثلا این کار رو میکرد که بتونه اینا رو حساب بکنه یه چیزایی خودم سرهم کرده بودم که با این وضعیت عجیب و غریب مارکت بلبشوی کشور بتونه کار کنه کار مسئولیت برانگیزی هم بود واقعا دیگه چیز بود نمیشد فوکوس بکنم که خودم رو, رو روی موارد دیگه آپدیت بکنم که بعد اومدیم بیرون یواش یواش شروع کردم به کارهایی که مورد علاقم بود جالبه حالا مثلا من بگم من موقعی که از شرکت اومدم بیرون فقط یه تجربه مختصری با لینوکس داشتم که روی اه. کناپیکس بود نمیدونم حالا کار کردی باشی نه؟ هم. ناپیکس همون با, با کی شروع میشه خب خب بله. آره کناپیکس اولین حالا برای بچه که نمیدونن اولین دیستروی لایو بود یعنی اولین دیستروی بود که از روی سی دی میتونست بوت بشه و نیازی به نصب نداشت قبل از اونیم همچین چیزی ما نداشتیم این با کیدی هم کار میکرد حالا اون اولین تجربه است بعد که اومدم و شروع کردم ظرف مدتی گفتم شروع بکنم و چیز بکنم به اصطلاح یه مداری خودم رو کچاب کنم ببینم که دنیا دست کیه چه دانش یه مداری سیستم های لینوکس و یونیکس بیست هم اضافه بکنم و این حرفا آیه آه آه A, AQ کیو پرسیدن که تحصیلتون چی بوده کار جالب بوده تا چه درصد جواب میداد الگوریتمتون خب من اول در خصوص تحصیلاتم بگم که من در واقع تحصیلات مرتبط با خیلی آیتی ندارم و مربوط به همون رشته هم که بوده چیز بسطلا بعد از اینکه چندین ترم رفتم و دیدم خیلی به درد کار من نمیخوره انصراف دادم و آمدم بیرون بعد و بیشتر کاربرده و کاره من به صورت تجربی و چیزه و در محیط کاریه بعد میگن تا چه درصد جواب میده الگوریتمتون الگوریتم نسبتا جواب میداد خوشبختانه خوب بود یعنی قبل از اون ماجرا ما خیلی مشکل داشتیم بچه های بستلا مارکتینگ میومدن میگفتن اینقدر مثلا چیز باید علکی بود یا مثلا بر خودشون فروش کم گذاشته بودن یا تارگت فروش مثلا تصور دست نیافتنی یعنی یا دارون اگر به حرف اونا بود چیز میشد آتافستاک میشد ناموجود میشد یا اینکه به اصطلاح انقد میموند رو دست داروخانه و وارد کننده و پخش که اکسپار میشد بدون همچین کارایی متاسفانه جلو نرفت واسه همین بود که من رو به عنوان حالا بعد از اینکه به عنوان سپلای چین منیجمنت بودم به عنوان بیزنس پلنینگ اند استفاده کردم چون دیدن که عملا بچه های مارکتینگ زیاد مرخص <applause> <applause> آره. خب آره. داشتی از،, از،, از, لینوکس رو اینا میگفتی خب خب بعد از اینم که اومدیم خب چیزه به اصطلاح اومدیم و شروع کردیم مربوط بر به کار نتورکینگ و اینا ببین ناکن مارک جان موقعی که من قبل از اینکه وارد این شرکت بشم کابل این نتورکینگ خب یه هایی بود که اغلب اون موقع تم بیس تو بود نمیدونم ام. یا دیدی یا نه آره دیدم دیدم یعنی کابل های کواکسیال آره با, با بی سی با بی سی آره, شد. آره آره آره, آره. بر بچه که نمیدونن یه سیستم خطی بودش یعنی یه کابل شبیه کابل آنتن عکس بیارم بالا براشون خب آره. Uh, coaxial networking 10 base 2 اگه اشتباه نکنم 10 base 10 base آره 10 base 2 آره این شکلی میبینی این این چیزای برای می‌تونی بذاری ببینن آه بله بله تو تویچ گذاشتم که هم بتونن ببینن گوگل ایمیجز آوردم بالا تن base و این چیزهای آدابتور um, های مثل تی میمونه خب uh, آره،, و... آره و... هر پشت هر سیستم میدونه از اینا میرفت به کارت شبکه بازم کارت شبکه هم میتونم نشون بدم تن base تو نتورک کارد بیاریم بالا آره اتفاقا یکی ای ای از اینا اخیرا توی تویتر دیده بودم خیلی جالب بود ها این یکی که هم تم بیس تی داره هم تم بیس تو داره آره دقیقا که نه، بعد نه، خب پهنه باند با، با خیلی کم بعد ببین اون موقع ما به صورت تخصصی من قبل از اینکه وارد این شرکت بشم و یا در سالهای اول به صورت مالا 50-50 کار میکردم 50 درصد روی همون شرکت دارویی بودم و 50 درصد روی کار ویدیو میکردم ما روی تجهیزات ویژه ویدیو ادیتینگ نان لینیر ویدیو ادیتینگ تجهیزات منتاج ویدیو غیر خطی که کار میکردیم حجم اطلاعات عجیبی اون موقع به مقیاس اون موقع چون اینترنت اینا در کار نبود مثلا دیتا ویدیو اون موقع مثلا خیلی برای همه عجیب بود یعنی هر کسی هم که یه همچین چیزی مثلا بیشترین حجم اطلاعات اون موقع قبل از پیدایش اینترنت و دات،, دات, کام بوم و بگیم یه همچین چیزایی بود و تجهیزات ویژه مربوط به سخت افزارهای مربوط به اون موقع بود بعد فرض کن بعد من رفتم یو در اون شرکت بعد یو خب خب به مرور که میمد خب با خیلی چیزا کار میکردیم تازه وایرلس ها به وجود اومدن یعنی پروتکل 811 B اون موقع تازه به وجود اومده خب قبلش 811 A یه چیز کامرشیالی نبود در دست آدمای معمولی نبود بعد یواش یواش اومد حالا نمیدونم شما خودتون یادتون میاد اون موقع به چه شکل یا چقدر یواش یواش مثلا حالا سیستم های وای فای رایت شد بعد اومدیم جلو و خب وضعیت چیز رسیدیم دیگه وضعیت عجیب و غریب اینترنت و وضعیت فعلی امروز رسیدیم اه. من بعد از اینکه از اون شرکت اومدم بیرون شروع کردم به مداری زیادی خودم آپدیت کردن در مدت کمی شروع کردم که یهو کل گفتم من برای اینکه بتونم خودم چیز بکنم باید کل سیستم های ویندوزی بزنم کنار سال 2012 خب من کامل اومدم و چیز رو پاک کردم روی سیستمی که باش کار میکردم من کامپیوترم و لینوکس ریختم اوبونتوی دوازد سف چار رو ریختم و گفتم که باید من بتونم همه چیز رو ریپلیس بکنم با سیستم های ویندوزی که داشتم کار میکردم و شروع کردم یه بداری اومدم و در مورد تکنولوژی مختلف برنامه نویسی کار کردم من برنامه نویسیم هیچ وقت چیز نبوده یعنی به صورت کامرشیال به این شکل نبوده که مثلا خب بیام بی برنامه خب. بنویسم که مین استریم استفاده بشه ولی قبل از اینکه وارد اون شرکت دارویی بشم مقدار زیادی علاقه داشتم و برنامه نویسیم در آن موقع بعد نبود بعد از اون بعد دوباره شروع میکردم که دوباره باز کچاپ کنیم دیگه همه چیز رو آدم بدون تمرین دیگه این چیزاش ضعیف میشه دیگه خب نه ببین ناکن خیلی تکنولوژی ها فرق میکنه یعنی به فرض دارم میگم شما فرض کن که قبل از پیدایش سیستم های گویی و اینایی که به این ترتیب هستن ام. توی مثلا محیط های کد زدی بعد یوهو رفتی کنار و اینا بعد یو می بیرون بعد یوهو مثلا تکنولوژی بعد مثلا با چیزایی مثل مثلا جی تی و نمیدونم ارزم به حضور کیو کیوت و نمیدونم انواع لایبرری های مربوط به نتورکینگ و پایتون و اینا مثلا شروع کن تازه دوباره همه رو کار کردن و خب این چیزی بود که من شروع کردم به کار کردن و بعد خب شروع کردیم و این مدت هم مثلا کار اصلی من که مربوط به اون شرکت HSE که بعد از اینکه از این شرکت داری اومدم بیرون جداگانه جلو میرفت خیلی کم ارتباط با کامپیوتر داشت ام. ولی جداگانه در کنار اون بعضی از پروژه مختلف مربوط به چیز رو قبول کردیم و تونستیم با بعضی دوستان جلو بریم حالا کی بود که کاملا ویندوز رو پاک کردین از سیستمتون؟ سال ببین نکن اوبونتو خب میتونیم که ریلیزایی که رقم اول مربوط به سال و رقم دوم مربوط به ماهه. یعنی وقتی میگیم دوازده سف رو من کار کردم سال دوزار بوده آه دوازده خب خوشم که گفتی آه. که تو پاک کردی و کاملا جاگوزین کردی با لینوکس و هر برنامه که نیاز داشتی رو جاگوزین پیدا کردی باش خیلی جالبه آره. خیلی جالبه بب... ببین ناکن خب اون موقع چیزی که وجود داشت اینجا بود که ما با سایت های مثل Alternatives تو رو که حالا احتمالاً میشناسی یا بله. نمیدونم دیدی یا نه بله 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 خب شما هر سافری که میخوای میزنی بعد میبینی و شروع میکنی کار کردن و خب چیزی که هست اینجاست که مهمترین کار در زمینه کار ما و اینجاست که اگر بتونی زبانت خوب باشه بتونی داکیومنت ها رو بخونی بتونی ویدیو هایی که در این زمینه هست رو ببینی و درک کنی که اون موقع چیز نبود ارزم به خدمت شما که سرعت اینترنت خیلی کمتر از الان بود الان در حال حاضر خب مثلا سرعتی که اون موقع سرعت ADSL 128 و بالاتر به کسی نمیدادن خب؟, خب و بعد داستان اینکه من چی شد که پایتون رو شروع به کار کردنم بذار بگم من اون موقع خب برای اینکه خیلی از این ویدیو آموزشی رو ببینم چون با سارت 128 نمیشد دید با یوتیوب دیل رو پیدا کردم مم. آره بعد یوتیوب دیل رو پیدا کردم و بعد منطقه دیدم که یوتیوب دیل با روش معمولی که اگه بذاریم برای کاربرد من کفایت نمیکنه چون یوتیوب دیل هم اون موقع هنوز کامل نبود بعد همین باعث شد که من بشینم و شروع کنم پایتون رو ظرف مدت کوتاهی چیز بکنم که بتونم اینا ایمپورت بکنم یوتیوب دیالو تو پایتون خودم و چیز بکنم به اصطلاح میذشتیم ویدیو رو شبا میومد تا اینا دانلود بشه آه. که بتونیم فرداش ببینیم آها خیلی جالب خیلی جالبه خب خلاقیتشون داده اینجا خیلی خلاقیت ببین ببین ناکن من یه چیزی که همیشه به بچه ها میگم اینجاست که اگر یک زبان پرنامیتی رو آدم خوب درک بکنه از نظر من خب یعنی ام. حالا مثلا با مفاهیم مختلف برنامه نویسی حالا object oriented و غیر object oriented توی یکیش آشنا بشه سویش کردن به یک زبان برنامه نویسی دیگه میتونه نسبتا خیلی سریع باشه ام. و این میتونه خیلی کمک بکنه و من خب چون یک مقداری چیز داشتم به اصطلاح بکگراند خیلی قبل از اون مربوط به زمان قبل قبلی داشتم خیلی راحت تونستم که اینو ببینیم چیه برای من خیلی ساده اومد البته و تونستم ظرف مدت کوتاهی به مقصود خودم برسم دیگه آه. آه. با حالا شما چطوری از کد زدن چیزهای یوتیوب دیل برای اینکه بتونی آموزشی و اینا دانلود کنی رفتی سمت چیزهای سخت افزاری چون میدونم به الکترونیکس و اینا علاقه داری اونا فقط هابی هن الک... یا کارتون بود نه الکترونیکس فقط هابی من بود خب و خب من میبینی بعضی وقتا یه کارهایی که آدم به عنوان فورفان شروع میکنه بعد فور پرافیت هم میشه خب و خب اون موقع من خیلی علاقه داشتم که بتونم که بگم یه همچین منابعی دسترسی پیدا بکنم و خب این منابع خیلی محدود بود قبل از پیدایش اینترنت و یوتیوب به خصوص تحت مجلات خیلی کمی که محدوده یعنی مثلا به فرض در ایران یک ماهنامه وجود داشت برای این کار جهانی هم همینطور بود خب یعنی مثلا به فرض توی مثلا اروپا یه دونه الکتور الکترونیکس بود توی مثلا آمریکا مثلا شاید مثلا چند تا مجله بیشتر در این خصوص وجود نداشت و خب بعد یوهو شما میرسید به اینکه به یه بوم میرسی یو تمام چیزا رو میبینی که مثلا همه مثلا که میخوای یا, یا ولاگی براش وجود داره یا یه یوتیوبی یوتیوب ویدیویی براش وجود داره و بعد اختراع موارد عجیب و غریب آموزشی مثل, مثل مثلا به فرض آردوینو یا مثلا رسپری پی هستش که این باعث شد که آدم بتونه به این مطالب عجیب و غریب یهو دسترسی پیدا کنه و من انگار یه چیزی که به اصطلاح یه آدم خیلی شکمو که مثلا پرتش کنید وسط یه جایی که پر خوراکی خوشمزه است <applause> آره دیگه و بعد اومدیم و خب شروع کردیم به این کارا و خب یه مقدار زیادی خب از اینا در زندگی حالا به جز سرگرمیمون بعد دیدیم که محبوط به کارمون خب. هم شد استفاده های کسب هم برامون داشت و خب به همین ترتیب الان هم نمیتونم بگم که الکترونیک خب انقدر که برای من چیز داره در کاربورد زندگی من کاربورد داره خیلی کمه در مقایسه با مثلا ما من حابی های مختلفی داشتم یه مقدار زیادیش مربوط به اه چیز بودش مثلا الان توی, توی تویتر من ببینید پی تویتر که پین کردم مربوطه به آیتی بوده، الکترونیک بوده، وود ورکینگ بوده، من مثلا خیلی علاقه به موارد مختلف و نجاری داشتم ام. بعد مثلا ساینس و تکنولوژی بوده و من جمله ماشینینگ و خب یه مقدار زیادی موارد مربوط ماشینینگ هم خب در، به درد کار من در زندگی خورده که در کار برده فعلیم استفاده کردم در کار فعلی <متصفح> خب، حالا با رزبری <متصفح> پای و... <متصفح> خب، حالا با رزبری پای و نمیدونم آردوینو اینا که داری و استفاده کردی و اینا چه پروژه هایی ساختی باشون چه کارهایی باشون کردی که جالب بوده جذابه برای همه بشنوم ببین نها کن در مورد مثلا خود رزبری خب مصارف شخصی یه بحثه خب یا مثلا در مورد آردوینو خب ولی در مورد به فرض دارم میگم شما بکگراندی که از هر کدوم از اینا میگیری و میای در اینداستری پیاده میکنی یه بحث دیگه است <applause> مثلا به فرض من ممکنه یه چیزی اومده باشم با رزبری پیاده کرده باشم و برای مصارف خودم ولی بعدا در مقص بالا رفته باشه و با اینا با PLC سی مثلا کار استفاده شده باشه خب و اونها یه کار میدونی چیه دیگه پروگرامبل لوجیک کنترلر خب آره البته یه بدبختی که ما داریم در زندگی اینجاست که خیلی از این اکرونیما و ابریویشن ها ده جور کاربورد داره اونم در یه سنت <امحق> آره آره <Spike Vir anyway> آره مثلا خب PLC پاور لاین کریر هم استفاده میشه مثلا نتورکینگ اوور مثلا چیز نتورکینگ اوور چیزه به اصطلاح خطوط نیرو خب نمیدونم نم. نم دیدی یا نه کارتای های شبکه ای که از چیزه به اصطلاح پریز برق کار میکنه آها آره میدونید چه اکرونیم خیلی برای من باحاله نمیدونم اگه تا حالا شنیدین آی پی او ای سی آی پی او ای سی بله نه نمیدونم آی پی اوور ایوین کریر ایوین کریر ایوین کریر هوایی هواپیمایی نه پرنده خب نمیدونم یه دیگه یه پروتکل براش ساختن وجود داره فکر کنم آر هم داره حتی بذار ببینم میتونم پیداش کنم آی پی او ای سی پیج ویکی داره آره آی پی اوور ایوین کریرز خب از این تویش میگن هومینگ پیجنز استفاده میکنن خب خب کبوتره جلب آره از, از, از اینا استفاده میکنم و نشون می... حتی یه پینگ هم گرفتم باش خب <laughs> <laughs> تو ویکیپیتیا الان آوردمش توی, توی تصویر استریم آه. طرف توی ترمینال شده پینگ داش سی ناین داش آی ناین هندرد ده نقطه صف نقطه سه نقطه یک و ریسپانس تایمش چند, سان... چند میلی ثانیه است؟ شیش میلیون و 165731 میلی ثانیه راوند تریپ تایم پینگشه 55 درصد پکت لاس خب از عجیب و غریب من ببین ناکن مثلا یکی مواردی که من به عنوان هابی دنبالش در ایران رفتم و هیچ وقتم به جایی نرسیدم خب ما در غرب حالا در بعضی کشورها مثلا خیلی بیشتر مثلا آمریکا یا ژاپن <applause> ولی هم رادیو اپراتور و گرفتن هم لایسنس یا آماتور رادیو اپراتور خب خیلی رایجه درصد جامعی از مثلا از هر صد نفر که مثلا همچین چیزی رو بگیرن خیلی رایجه ولی و بعد این چقدر کاربرد داره بچهایی که مثلا همچین کاری میکنن در مصارف در سنف آیتی و مخابرات براشون میتونه استفاده داشته باشه ام. ما یه همچین چیزی اومدن خیلی سال پیش اینو توی ایران را بندازن بعد دیدن که نگاه نمیکنه مجله اصر ارتباطات هفته نامه بود یا ماهنامه اصر ارتباطات بود نمیدونم کسی یادشه یا نه یه مدتی میگفتن آی نمیخوام و مجوز بدن در ایران بدیدم بعد دیدن هیچکی نرفت فکر کنم 100 نفر لایسنسش در کل این کشور گرفتم بعد دیگه هیچکی دیگه نرفت منم یکی دوبار رفتم تقاضا دادم که آقا هر موقع بود چیزش بود و اینا من بیام امتحان بدم بعد دیدم که هیچ خبری نشد دیدم یه چیز الکیه بیشتر تو خود همون وزارت خونه مثلا که چیز میشه بعد دیگه نرفتم دنبالش آه. آه حالا بحث چی چی بود داشتیم انجام میدادیم آره آدم در مورد الکترونیک ببین ناکن خب شما مثلا به فرض شما توی کاربرد صنعتی میشه مثلا با مواردی مثل آردوینو یا مثلا رسبری پی, این کار رو بکنی ولی کاربرد پی سی که بتونه بیاد مستقیما به حالا مثلا وی اف دی نمیدونم این وی اف دی اینورتر میدونه چیه نه دیگه من اینا رو نگه نمیدونم <applause> ببین ناکن وی اف دی مخفف وریبل فرکانسی درایوه خوب. یه خب. وسیله وسیله یه که برق تکفاز یا سه فاز میاد توش بعد این رو شما میتونی چیز بکنی این رو با یه برق خروجی برق سفاز میده که با تغییر فریکانس یعنی اون موج سینوسی که مثلا به جای 50 هرتز بکنی مثلا 150 هرتز یا کمتر 25 هرتز میتونی دور یه موتور سفاز رو بالا پایین بکنی بعد اه این اه اه چیز رو شما با یه PLC میتونی کنترل کنی پیل سی برای بچه‌ای که نمیدونن عین یه دونه کامپیوتر خیلی ساده میمونه که منتها به جای آی او حالا یه سری ورودی های خیلی ساده مثلا دیجیتال داره یا آنالوگ داره یعنی باینری سفره که مثلا سطوح ولتاژ مثلا بالایی دارن یا مثلا به فرض 24 ولت خب و با کمک این مثلا شما توی خط تولید رو میخوای مکانیزه بکنی میتونی این دیتا ها رو مثلا از ورودی آنالوگ بخونی که مثلا حالا سرعت یه موتور رو کم و زیاد کنی و یا مثلا به فرض یه دونه رله رو یا مثلا کنتکتور یه چیزی شبیه رلس مونتا برای آمپرای خیلی بالا چیز بکنی که مثلا یه کار صنعتی و مکانیزه بکنی با یه برنامه اه، اه، نمیدونم زب... خودشو گفتی PLC زیاد کاربور... کاری نکردی حالا باش نه؟, نه نه نه, نه. فقط آشنایی دارم فقط همین زبان برنامه نویسی هم که براش استفاده میشه یه زبان برنامه نویسی تا زبان برنامه نویسی استاندارد داره که مثلا یکیش ام. لاجیک لدره که به هر برنامه نویس کامپیوتری که برنامه نویسی حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای هم انجام داده نگاه بدی انگار یه چیز خیلی انگار بدویه که مثلا یه دونه بچه 6 ساله چیز ام. کرده باش کار کرده خب میان با این متأ خب این تجهیزات کاملا چیزند در محیط های صنعتی میتونن استفاده بشن توی تابلو برقای صنعتی استفاده بشن و یه محیط رو کاملا کنترل کنن و خب الان یکی از کاربردش هم اینجاست که سیستم های جدید اینا از طریق شبکه میتونی که خب بعضی شما کم میاری برای پروسس پاور و اینا میتونی با کامپیوتر اینا رو کنترل بکنی آه یعنی وصلش میکنن به شبکه او نو او نو او oh no. آره 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 یاد یه چیزایی میافتم نه 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 میدونم یاد یه چیزایی فهمیدم آره 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 خودشه خود هم داستانه ماجرایی که میبینی که دقیقا اون من مثلا من دقیقا میدونم که دقیقا اون ماجرا سر چی چه جوری اتفاق افتاد چی شد که اون ماجرا شده یعنی از نظر حالا اینکه چه جوری وارد شدن و اینا به کنار ولی که دقیقا بدن چه کار کردنش الله بگذاریم آره. آره ولی به نه... چیز ببین ناکن مثلا مواردی مثل آردو، مثلا رسپری پی برای ورود یعنی انتری به الکترونیک که شما با یه سری مفاهیم مختلف الکترونیک آشنا بشی برای بچههایی که در کار آیتی هستند و اولین بار میخوان وارد الکترونیک بشن و نمیخوان مثلا وارد یه سری فرمول های عجیب و غریب نمیدونم چیز بشن میخوان در حد چند تا فرمول ساده مربوط به الکترونیک بعد وارد بشن مثلا یه چیز رو ببینن حداقل مثلا موقعی که میخوان یه وسیله رو درست بکنن بعدا بتونن یه پروتوتایپی درست کنن که میرن پیش یه دونه مهندس الکترونیک بگن ببین این پروتوتایپ منه اینو درست برای من با یه چیز درست حسابی درست بکن خب بتونن به زبان یک الکترونیکس انجینیر بتونن باش صحبت بکنن آردوینو مثلا خب یه چیز بسیار خوب برای انتریه و همچنین راسپری پی منتها دو تا چیز کاملا جدا دیگه بعد مثلا بچه ها میتونن با های مختلف مثل های مثلا I2C، I2C بعد SPI، بعد مثلا مفاهیم مربوط به A2D، D2A یا مثلا یو آرت خب یا خیلی چیزهای دیگه آشنا بشن و این خیلی میتونه جالب باشه که حالا ا... خیلی وقتا شما میایید با این خود واقعا یه محصولی رو میتونی درست بکنی خیلی وقتا هستش که نه ولی مثلا یه پروتوتایپ رو درست میکنی چون ببین مارجان خیلی وقتا که شما میگه من یه ایده دارم خیلی فرق میکنه با اینکه بدون اون ایدت میتونی پیاده بشه یا نه ام. ولی وقتی که شما میگی من ای ایدم رو اینا یه چیزی درست کردم یه چیزه پروتوتایپه حالا من میخوام اینو چند نفر رو حالا یا پول بدم استخدام کنم یا مثلا با هم یه جمع بشیم یه همچین چیزی و حالا مثلا به صورت کامرشیال یا اینداستریال بسازیم اون بحثش م. خیلی فرق میکنه آره. و تو مانیفکتورینگ هم همینو دارن دیگه میخوان یه چیز رو بسازن میتونی اول پروتوتایپ تو با مثلا یه 3D پرینتر بسازی بعدش اون آره. رو بعد، بعدش که دیدی میتونی یه ماشین یا یه تولینگ بسازی برای اینکه یه ماشین اون یه دستگاه چیزی اون رو برات بسازه با نمیدونم ببین اتفاقا همون مسئله اینجاست که همونجوری که من گفتم من نمیداری زیادی داشتم و, و تو کار بردم دیدم خیلی جالبه که خیلی چیزایی که شما توی چیز میسازی با یه 3D پرینتر میسازی خب قابل ماشینینگ یا قابل قالب ریزی نیست هم. مولت مثلا نمیتونی بسازی که اون در نمیاد خب با اون تکنولوژی 3D پرینت مثلا یه سری کارا رو میتونه بکنه که ماشینینگ نمیتونه و بالعکس اه. و بنابراین شما خیلی وقتا به این منابع و ریسورس ها مراجعه میکنی دستت میاد که حالا بعدا واقعا این محصول رو میخوای وارد ب... یعنی یه دونه چیز مثلا بسازی بیای نه... که اینو تولید بکنی بری پیش مثلا به فرض یه جایی که کار مثلا دایکست میکنه یه جایی که کار مثلا به فرض کار اه، چیز میکنه مثلا دستگاه مثلا تزریق پلاستیک داره خب به انگلیسیش نمیدونم دقیقا چی میشه اینا رو بیای مثلا بدی برات مثلا بسازن، میبینی که در نمیاد و بعد برای این ام. مجموعه ای از این اطلاعات میتونه خیلی خوب باشه که مثلا تو بتونی یه چیزی رو درست بکنی که واقعا بعدا بتونی در مقیاس لارج scale، مقیاس زیاد اینا رو بتونی تولید کنی و به ولی در عوضش اگه یه چیزی رو با آردوینو یا رزبری پای پیاده سازی کنی یه خب. مهندس الکترونیک میتونه اینو تبدیلش کنه به یک سیستم حالا با اف پی جی ای ASIC نمیدونم ASIC، ASIC بچه, بچه که نمیدونن سیک مخفف Application Specific Integrated Circuit یعنی اینکه ببینید ما بعضی وقتا یه سری چیپ های رو داریم اینا جنرال پرپوس برای مصارف چیزه به خصوصیه یعنی باش همه کار میشه کرد مثلا مم. پروسسور داریم مثلا x86 با این مثلا میشه یه سافتوری درست کرد که مثلا چیز بکنه کار مثلا بازی بکنه میتونه کار نتورک بکنه کار مثلا ورد پروسسینگ بکنه خیلی چیزهای دیگه ولی چیپ های ایسیک قرار فقط یه کار بکنن خب و مثلا به فرض چیپ ایسیک ممکنه فقط برای مثلا بیت کوین ماینینگ باشه ولی در برابر مثلا یه چیپ چند منظوره یه پروسسور این مزیت رو به شما میده که به میزان برقی که مصرف میکنه یا هزینه اولیه که شما براش میکنید خیلی میتونه چیزتر باشه قوی تر باشه از پروسسور از مم. این نظر مم. حالا جالب مم. اینجاست که من بحث رو به اینجا کشوندم چون که من حو. میخواستم در مورد هاردور هکینگ و هاردور آفلودینگ صحبت کنم خب چون احساس میخوام نظرتو بدونم در مورد این موضوع نمیدونم اگه میدونید من خیلی خودم اطلاع ندارم در موردش ولی میگن که این پلی استیشن جدید PS5 خب خو؟ هاردویر اودیو چیپ داره و اینجور چیزا داره خب که این خوب. کمتر از منابع سی استفاده میکنه اینا رو آفلود میکنه به اون چیپ و اون چیپ باعث میشه من. که اودیو صدای خیلی کیفیت بالا بتونه دیگه نمیدونم چی میگن ببین این ماجرا حالا فقط در مورد پلی استیشن نیست خب <applause> ما این ماجرا رو از خیلی سالها پیش در مورد مثلا کارت صداهای مختلف کامپیوتری داشتیم <applause> خب یعنی مثلا به فرض ممکنه که یه کارت خیلی سال پیش من برمیگردم یه زمانی بود که مثلا میگفتن که کارت گرافیکایی وجود داره که چیز داره به مدیا دکودینگ دکودینگ داره خب اه اه اه. اون موقع مثلا به فاز VCD که می اومد VCD ما داریم صحبت می‌کنیم 352 در 288 پیکسل خب اه. 25 فریم در ثانیه هیچ خیلی رزولوشن پایینی ج... بعد این CPU های اون موقع اینا نمی‌کشید پرش داشت خب اه. بعد خیلی هم میرفتن که یه کارت گرافیکایی میخریدن که اصطلاحا تو خودشون یه اکسلریتور داشت و با یه پلیر ویژه مثلا میتونست اینا رو بدون پرش پخش کنه بعد میگفتن ها چقدر مثلا این چیزه مثلا ما چیزی خریدیم که میتونه این کار انجام بده یا مثلا من بخوام صحبت رو بکنم خب در مورد کارت صدا کارت های صدا اصولا دو جور صدا تولید میکرد اون موقع خب الان هم احتمالا به همین ترتیب احتمالا که نه قطعا اینجوریه یه دونه صدای ریکوردت بود خب که شما میومدی هر چیزی که از یه میکروفون ضبط شده بود رو اینو میتونست که دوباره پلی کنه به اسپیکر خب یه مدار دی تو ای دی و دی تو ای معمولی و یه چیزی داشتن برای پخش فایل های میدی نمیدونم فایل های میدی رو میدونی مم. چی هست یا نه بله بله حالا بچه که نمیدونن در واقع نوت های موسیقیه که این میاد و این نوت ها رو بر حسب چیزش با اصطلاح با یه ساز ویژه اینا رو پخش میکنه حالا بعضی از کارت های صدا بودن که این کار به جنگ که با سی خود کامپیوتر انجام بشه اینو با یه کیفیت خیلی فوق العاده این کار رو میکرد مم. که کارت صدای معمولی اینو نداشتن اینو چیز کرده بودن روش پیاده کرده بودن همین الان توی کارت های ساند اکسترنالی که شما میگیرین حالا این کارت های ساتی که ما تو کامپیوتر معمولیمون داریم کارت حالا یو یا تاندر یا به فرض موارد مختلف دیگر کارت های اکسترنال حرفه ای بعضیشون اصطلاحا روش DSP داره دیجیتال سیگنال پروسسور داره <تص> که این میتونه بیاد و یه سری از کارهایی که شما حالت معمولی سی پی کامپیوترتون انجام میده مثلا من همین الان که با شما دارم صحبت میکنم اگر من از میکروفون جلو و دور بشم صدام کم و زیاد میشه دیگه درسته اه اه شما میتونید از یه فیلتری مثلا تو OBS استفاده کنید یه کامپرسور استفاده بکنید که اتوماتیک با جلو عقب شدن شما از میکروفون صدای شما رو گینش تصیح بکنه ام. حالا یه سری کارت های صدا وجود داره که این کار رو تو خودش یه پروسسور برای این کار وجود داره که این کار رو انجام میدن کارت های گران قیمت حالا داره. این, این کار رو میکنن اینا رو میسازن که کمتر از منابع سی پیو استفاده بشه اینا آفلود میشن در واقع و جالب اینجاست که داره. من, هم... من امروز داشتم با همکارم صحبت میکنم خب منم توی یه شرکتی کار میکنم که چیزهای شبکه خیلی مهمه خب ما کلا شبکه کار میکنیم و داشتیم در مورد سمارت نیک صحبت میکردیم کارت شبکه هوشمند حالا نمیدونم خیلی میشه گفت که هوشمندن چون هوش مصنوعی چیزی توشون نیست فقط یکم تواناییشون بیشتره خب قابلیت اجرای کد دارن مثلا یه چیزی اجازه است من الان بگم چون بفهم. مربوط به شبکه هم هست یادم بگم بفهم بفهم بفهم, بفهم. ببین نها الان بچه ها خب و همه ما الان عادت داریم از سویچ های شبکه استفاده بکنیم <applause> خب و خب سویچ های گیگابیتی که مثلا به فرض هستن با RJ45 و کابل کت 6 یا حالا کت 5 ای یا حالا چیز دیگری اینا رو وصل میشه اینا سویچه یه زمانی چیزی به اسم سویچ نبود خب <تصفيق> <تصفيق> یعنی اینکه در واقع ما هاب داشتیم یعنی یه چیز یه کارت شبکه کامپیوتر میخواست یه پکت ارسال بکنه مثلا به فرض شما میخواستی یه ریکوست بفرستی از کامپیوتر یه ریکوست دی بفرستی برای مثلا به فرض روترت که مثلا یه چیزی رو برات ریزالو بکنه این پکت برادکست میشد برای تمام چیزایی به اصطلاح پورتای شبکه اون هاب خب با و یک آره یه مکانیزمی بود که مثلا به فرض کلیژن رو جلوگیری میکرد که اگه مثلا <applause> یکی میخواست برای از اسکو کنه دیده حالا یه چیزی هستش متوقف میشد یه رندوم ثانیه ای بعد دوباره ارسال میشد که بعد این میرفت برای همه که بعد مثلا اونی که بهش میخورد اینو جواب میداد بعد ما یواش یواش که جلوتر رفتیم هم در مورد ASIC صحبت میکنیم چیپ های شبکه‌ای به وجود اومد که تو خودشون ادرس تیبل ها رو نگه می داشتن. که به فرض اگه پورت A پورت مثلا شماره یک بخواد با مثلا به فرض مک ادرس فلان چیز بکنه این دیگه تو خودش داشت که این به پورت B و اگه پورت C با پورت D میخواست ارتباط برقرار بکنه اینا اون تیبل ها تو خودشون دیگه الان نگه میدارن یعنی ارتباط پورت A و B باعث کند شدن ارتباط پورت سی او دی نمیشود در حالی که قبلا با اَندوید اسم میشد قبل از پیدایش سویچ یه سوال آیا از از تی کم استفاده می کنم برای این ا ارزم به حضورت که تی کم دقیقاً نمیدونم یادونم کانتنت ادریسیبل میموری کانتنت ادریسیبل تایپ اف کامپیوتر میموریز های اسپیدس احتمال از این چیز کانسپت خب قطعا باید مثلا استفاده بشه اه. ولی اینکه برای در فرهنگ و ترمینولوژی شبکه دقیقا از این اصطلاح استفاده بشه خب ام. من دقیقا نمی آره چرا example اپلیکیشن دقیقا همینه خب الان دارم میخونم اینجا که میگه که برای نتورکینگ و نتورک سویچ ها دیتا فریم ها رو میگیرن اپدیت اینترنال تیبل آره یه اینترنال تیبل برای مک و اینکه چه پورتی به اون وصله یعنی بین لایه یک و لایه ی دو خب اینکه مثلا شما بدونی که پورت فیزیکال فلانت چه چیزی وصله خب چه دیوایسی با چه مک ادرسی وصله اینا الان نگه میدارن قبلا این ماجرا نبود یعنی شما توی تم بیس تو خب تم بیس تی ببخشید اون موقع هابای دامب هابای احمق شبکه میگرفتی همچین چیزی وجود نداشت آره خوشبختانه آره. من هیچ وقت با اون هاب هیچ تجربه نداشتم و <laughs> خیلی خوشحالم <applause> <applause> این موقعی که من تازه با اینترنت یعنی این, تو خونه, تو خونه خودم اینترنت داشتم فکر کنم وای فای جی یا ان وجود داشت اون موقع یعنی خیلی خیلی بچه این چیزها رو تجربه میخوندم و یعنی میدونم در موردشون و وسایل و کامپیوترهای قدیمی داشتم ولی هیچ وقت از لحاظ شبکه یعنی هیچ چیزی شبکه ای نداشتم تو خونه آره دیگه بعدش هم تو کار رترو کامپیوتینگ نبودی که برید تا یه حدی آره هستم آره هستم اتفاقا اتفاقا بی, بی سی مایکرو دارم زد اکس دارم این چیزها چیزا دارم آم. ولی خب هیچ وقت از لحاظ شبکه وصل نبودم اینترنت نداشتم آره اه، خب میگم دیگه مثلا قبل از پیدایش این سیستم های سویچ شبکه ما اون بدبختی داشتیم و چقدر نظر سکیوریتی بد بود آره. چون این رو شما میتونستی اسنیف بکنی خب و بعد اینکریپشن هم درست حسابی نبود و هیچی همه چی تو وایشاک برای همه حالا بعد از اون چیز داشتیم آرپ پویزنینگ داشتیم که میتونستی اون اون تیبل اون لکاب تیبل ها رو کلا پر از مکدرس خودت بکنی یا مکدرس دیگه که همش میومد سمت خودت و دیگه آره. دیگه همه پکت های ایترنت یا فریم های ایترنت میومد سمت خودتون میتونستی اونطوری هم اسنیف آره. کنی آره خب آره دیگه ولی خب الان ببین ناکو ما الان یواش یواش دیم و هم تکنولوژی ایسیکا قوی شد و بعد هم که سویچا سویچ لایه 3 و اینا به وجود اومدن و و اینا اه، اه، تونستن به اصطلاح خیلی چیزها رو حالا چه با نرم افزار یا با چه با سخت افزار پیاده بکنن چیزهایی که زمانی اصلا غیر قابل تصور بود وجودشون الان دیگه در دسترس عامه مردم هست حالا آم. خب خیلی زندگی بهتر شد و خب از یه زمانی هم بود که ما خب یه حالت انگار وایلد وست بود یعنی آم. آم. نه سیکیوریتی ها خوب بود نه نمیدونم تازه شروع شده بود یه کسی هم نمیدونست که مثلا چه جوریه ولی الان یواش یواش داریم یه مقداری به سمت چیزم میریم دیگه سیکیور شدن ویژه وب میریم تکنولوژی مختلفی که هستش مثل, مثل مثلا لسنکریپت یا مثلا به فرض الا سی ها مقدار زیادی اینا رو چیز میکنن دیگه س... اه... یه از ما در یه نسلی بودیم و شما یا شما هستین که خیلی این دیتیل رو میدیدیم و درک میکردیم شاید در چند نسل آینده اینا رو درک دیگه نکنن بچه ها به راحتی دوستمون تو چت میگه در مورد آینده صحبت کنین دوستان گذشته گذشته <laughs> نه خا... ببین اتفاق میخواستم بگم گذشته ها یه جور تکرار میشه واسه همین میخواستم در مورد ا... آفلودینگ و اینا صحبت کنم چون که احساس میکنم آه. که یه ام... یه جورای آفلودینگ هاردور آفلودینگ بزرگ میشه خیلی اه... زیاد ازش استفاده میکنیم بعدش یکی میاد میگه اه... نه ما فلان رو با سافتور با توی نرم افزار تو رو سی پیو انجامش میدیم بهتر فلکسیبیتی بیشتر به ما میده چون که نمیدونم هاردور هاردور هاش زیادن همشون فرق دارن فرگمنتد بعدش خیلی مثل بلک باکس بهش نگاه میکنن، دوباره توی سافر پیاده سازی میکنن. ده سال بعدش بعد از اینکه دیدن اوه این خیلی منابع میخواد خیلی سی پی میخواد دوباره یه, هار... یه هاردور آفلود براش میسازن دوباره میبرنش تو هار... هاردور این احساس میکنن هی تکرار میشه ببین دقیقا همین ماجرا که همین چند پیش با هم صحبت میکردیم که به فرض یه CDN موقعی که دیتا براش میاد و بحث اینکه مثلا اینا ایشن بسطلا SSL داره و اینو بعد اینو قبل از اینکه اینا پراسس بشه باید اینا دکریپت بشه حالا این شما این کار رو میتونی با یه کامان هاردور انجام بدی یه سی چند منظوره مثل x86 مثلا خب یا آرم خب یا اینکه مثلا ممکنه در مقصه بالا برسی شاید یه سی دی بده زمانی فکر کنه که ما بیایم اینا رو یه سخت افزار چیز به اصطلاح یه سی پی که مخصوص این کار وجود داره یا FPGA حالا FPGA هم من یه توضیح بدم یا شما توضیح میدی برای بچه‌ها که چی نه نه بفهم بفهم توضیح برای بچه‌ای که نمیدونن فیلد پروگرام و گیت اری هستش اف در واقع یه چیپیه که هیچ کاری خودش نمیکنه به صورت معمولی انگار یه دونه سیلیکون خامه خب و شما میاید با یک زبان برنامه نویسی با دو زبان برنامه نویسی که حالا هستش که خیلی رایجه که زبان های HDL بهش میگن Hardware Definition Language خب اینا میای و انگار که شما ترانزیستورا رو تو این میچینی گیتا رو در واقع چون اینا آنالوگ نیستن و همه عمدتا در حالت دیجیتال کار میکنه انگار که مثلا به فرض شما میخوای یه سی پی مثلا به فرض دیزاین کنی یا یه دونه جی پی دیزاین کنی یا یه مثلا به فرض عکس دیزاین کنی مثلا یه چیپ برای مثلا اینکه SSL رو دکریپت یا انکریپت بکنه یا خیلی چیزای دیگه خب اینا رو میای با اون زبان های که یکیشون very lag هستش یکیش وی اچ دی خب اه میای اینا رو چیز میکنی تعریف میکنی و بعدا اینا رو روی اون پیاده میکنی حالا کارت های آماده هستن حالت های مختلف وجود داره بعضیشون مثلاً به فرض کارت مثلا PCI Express میتونه باشه بعضیشون میتونن به صورت مثلا با چند تا پورت شبکه میتونه باشه خیلی چیزهای دیگه هستش برای کاربرده مختلف عمدتا هم فقط دو شرکت بزرگ هستن که اینو تولید میکنن بعد که اومدی دیدی خوبه حالا یا اونو تو کارت استفاده میکنی خیلی ها مثلا از این چیپا در محصولات نهایی حالا کانسیومر محصولات عمومی یا محصولات مثلا در سطوح بالاتر در یه دیتا سنتر ممکنه سی استفاده کنه استفاده مم. میشه اگه دیدی خیلی دیگه کارت زیاده زیادی میخوای ازش صرف برات داره اینا میان از روش چیپ واقعی ASIC میسازن آره. آره. ولی خب مشکل اینجاست که خب چه این چیزی رو توی سخت هزار پیاده سازی کنی که خیلی کار میخواد اتفاقا چون که ب... برنامه نویسی برای یه, یه FPGA کاملا با سیستم های عادی فرق داره مثلا همه چیش پرالل اجرا میشه یعنی همه چیش همزمان چی اجرا میشه خی... یه, جور دیگه آده. باید فکر کنی خب حالا این که پیاده سازی آده. کنی تو هاردور و تبدیلش کنی به اف یا اسی سی وقت میخواد و فرض کن خب فرض کن یه, یه سی و یه پروتکل رمزنگاری یه یه انکریپشن تی ال اس 1 خب بعدش خوب. فردا دیدی یه تی ال و شد بازم باید اون هاردور رو تبدیلش کنین و اینا بس همین احساس میکنم که خیلی الان دارن اینا رو پیش بینی میکنن قبلا ها نمیدیدن پیش بینی نکردن فکر نمیکردن گفتن که خب بزار مثل همون HD 264 ویدیو که الان هر دستگاهی که فکر کنید یه چیپ HD 264 داره دیگه به جای اینکه این کارو بکنن این مثلا کارت شبکه هوشمند بسازن که میتونی براش کد بزنی و هر موقع آه. خواستی اون کد جدید رو یعنی جاگزین کنی خب یعنی آفلود های چیزهای آره. خیلی ساده یا آفلود اون کدی که میتونی توی فر... فرزن توی یوزر سپیس یک پروگرامتون خب مستقیما آفلودش آره. کنی به اون چیپ و اون چیپ میتونه اون کد رو اجرا کنه برات Uh, یا تبدیلش کنه آده. به یه چیزی که خودش میتونه اجرا کنه که اینم در واقع میتونی uh, تا مثلا 10 سال 15 سالم توی پروداکشن نگرش داری که uh, فقط کدش رو عوض کنی آپدیتش کنی بروزش کنی فکر کنم دارم uh, فکر کنم که دارم میرن سمت اینجور چیزا چون دیدم uh, مثلا شبه, uh, شرکت شرکت اینویدیا نمیدونم اگه توجه کردین که این چی چیکار کرده آف. رفته شرکت ملانوکس رو خریده آه. که یه یش... يش... شر... ملانوکس یه شرکت شرکت شبکه است یعنی چیزای شبکه میسازه محصولات شبکه که سویچ روتر کارت شبکه و اینا و این ویدیو اومده این شرکت رو خریده همه چی رو ریبرند کرده همه چی رو کرده این ویدیو ملانوکس خب و یه کارت شبکه ساخته که نمیدونم فکر کنم 100 صد... 100 گیگابیت در خب 100 100 بیس base... نمیشه نمیدونم چی میشه بس جی جی میشه فکر کنم خب چنین چیزی ساختن که روی خود کارتش هم یه یه جی پیو داره یه همون چیزی که تو روی کارت گرافیکتون هست خب یه گرافیکس <تصفح> پروسسینگ یونیت گذاشتن و میگن که خب وقتی که این یه پکت دریافت میکنه یه بسته شبکه دریافت میکنه هدراش قسمت های لایه های پروتوکالش Uh, میفرسته به سمت سی پی یو و سیستم عامل ولی پیلود چیزهایی که باقی میمونه میذارتش توی حافظه تو رم چیز گرافیک و اونجا تو کارت تو گراف... توی جی پی یو کد ماشین لرنینگ و این فلان چیزها اجرا میشه رو پیلود اون پکت یعنی در حدی که میخوان مثلا چند صد گیگابیت داده مستقیما بدون اینکه از سی پی یو رد بشه و اینا مستقیما بفرستنش به یک کارت گرافیک و اون کارت گرافیک یه کاری بکنه باش حالا یه شرکتی که دوست داره این کار رو بکنه مثلا فیسبوک حالا من نمیدونم فیسبوک دقیقا میخواد باش چیکار کنه ولی دیدم که فیسبوک خیلی علاقه به این چیزا داره و خب احساس میکنم شر... شرکت هایی که دیتا سنتر مفصل دارن و زیاد دارن و سرورهای زیاد دارن و پهنای باند و داده زیاد دارن نیاز دارن نیازمند نیازمند چنین چیزی رو داشته باشن که بتونه سریعتر با تعداد بیشتر این داده, داده رو پروسس بکنه چون که یک سی پی عادی x86 64 نمیتونه این چیزها رو پروسس کنه ببین خب این اصلا اولین بعد برگردیم به زمان قدیمی تر از این که اصلا مربوط به ج... اصلا مربوط به جی پی یو کامپیوتینگ چی شد که شروع شد که چون خب شاید بچه ها ندونن که خب ما در لازر اون مثلا به فرض سی پی یو معمولی ممکنه مثلا چهار تا کور یا هشت تا کور و حالا مثلا 8 یا 16 تا ترد داشته باشه یعنی به ازای هر کلک سی پی شما به صورت پارالل یه تعداد محدودی دستورالعمل رو اجرا میکنی خب ام. و در حالی که شما موقعی که از یه دونه جی پی کامپیوتینگ خیلی وقت پیش اتفاقی هم پیدا شد که گفتن که ما میتونیم از جی پی کامپیوتی از کارت های کامپیوتر پروسسرشون یعنی همون جی پی یو گرافیکال پروسسر یونیت برای مصارف غیر گرافیکی استفاده کنیم مثلا به فرض برای مصارف نتورکینگ برای مصارف مثلا کریپتو کرنسی برای مصارف محاسبات نمیدونم پیداویش مثلا نمیدونم چیز کهکشان ها و محاسبات ژنتیک خیلی چیز mm -hmm. دیگه mm -hmm. که و خب الان تعداد کور هایی که توی یه دونه جی پی هست خیلی زیاده یعنی yani مثلا به فرض میتونه در هر یه سایکلش مثلا میگن انقدر گیگاهرتزه 128 دستور رو همزمان با هم اجرا کنه mm. yeah. آره. یه دستور وکتور داره سی پی آی هم سعی کردن یه همچین چیزی رو پیاده بکنن دستورهای MMX و اینا رو سعی کردن پیاده بکنن ولی به اون حالت نرسید خب و خب منتها یه نکته ای که وجود داره اینجاست که هر کدوم از اینا یه مزایا معایبی داره خب کارت گرافیک خیلی زیادن تو بازار هستن ولی خب شما موقعی که ازشون استفاده میکنی محدود به مثلا همون برند یا دوتاش میشی خب ما میدونیم که انویدیا لایبرری هایی که داره و در واقع کودا خب که مثلا داده بود انحصاری و کلاس سورس مربوط به خودشون بود خب در حالی که مثلا AMD اومد روی یه دونه لایبرری اوپن سورس کار کرد به اسم اوپن سیل که هم میتونه رو کارت گرافیک خودش کار بکنه همین که با کارت گرافیک انویدیا اگر اشتباه نکنم میتونه کار کنه بایندینگ داره براش اه. آره و اومدن یه همچین چیزی رو کار کردن و این یه ترید آفه شما به ازای اینکه شما بیا هر کدوم از اینا استفاده بکنی از یه چیز خیلی کامن استفاده کنی چ... سی پی آی یا اینکه یعنی بیای بری یه خورده اه... چیز ترش بکنی چیز افیشنت تر استفاده بکنی کارت های گرافیک مثلا خب شرکت های انویدیا و ای ام دی یا یعنی اینکه مثلا کارت های تخصصیشون که باز با همون لایبرری کار میکنن نمیدونم انویدیا تسلا رو سال شنیدی یا نه بله بله, بله ب... توی دیتا سنتر اینا استفادهش میکنن آره یعنی اصلا خروجی کارت گرافیک نداره فقط برای این پرو... پروسسور یعنی شما مانیتور نمیتونی بهش کنی فقط برای محاسباته خب بعد اه... یا یعنی اینکه برید جلوتر به یه کارت های که با اف یعنی حداقل شما میدونی که باز به صلاح خیلی میتونی به شکلی که میخوای ترانزیستور رو روش ارنج کنی با زبان HTL یا اینکه در نهایت بخوای بری به ASIC اینا هر کدومش یه مزایا و معایبی داره دیگه از جهت هزینه از جهت در دسترس بودن از جهت لانگ ترم شورت ترم فلکسیبیلیتی <applause> بعد ببینی که کدوم رو میخوای چجوری جوری جلو بری و خب هر کسی مثلا در این زمینه میاد یه استادی میکنه جلو میره بعضی وقتا یه شرکت هایی در مقص بزرگ میرسن حتی تعداد زیادی از اینا رو میخرن و تست میکنن برای یه پایلوت تست و بعدا میبینن که آیا ایمپلمنت بکنن یا نه <applause> که مورد SSL decryption encryption رو که چند پیش با هم صحبت کردیم من دیدم یه مقاله گذاشته بودین که چیز بود در مورد همین بود نمیدم دیدی یا نه نه فکر نکنم یادم نیست بابا حالا چیز بکنم من برات میذارم اه، که دارید آره آره حالا من بعدم اینو برات میفرستم باشه آره آره که ببینن که به کجا میرسن به اصطلاح به چه چیزی میرسن و خب ما هی داریم این دور زمانه که جلو میریم حالا در مقصه بالا کارت های شبکه فعلی ما الان خب با یه مقصه مثلا روی کاپر روی سیم مسی سرعت های گیگابیت حالا مثلا 10 گیگابیت اینا داریم میرسیم ولی م... وقتی که روی فایبر میریم روی سرعت های عجیب و غریبی داریم صحبت میکنیم یعنی مثلا به فرض گیگابیت یا 10 گیگابیت که به کنار بعد میریم جلوتر روی یه دونه چیز روی یه دونه فیبر میتونن با تکنولوژی به اسم CWMD و یعنی در واقع چند تا طول موج مختلف نور رو از توی یه فیبر عبور میدن بعد یه جای اینا رو موکس وجود داره یه چیز شبیه منشور اینا رو میکس میکنه از اون ور یا دیماکس میکنه جدا میکنه و بعد چند تا دایود اینا رو میخونه دوباره و با یه با پهنای بانده عجب و غریبی میرسن یعنی مثلا همون بحثی که کردیم مثلا به فرض 100 گیگابیت پر سکن آره آره, 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 آره بعضی بیشتر شده آره, آره. بعضی آره خب نه ببین ناکن بحث بیشتر که میشه بعضی وقتا هم این کار میکنن یعنی چند تا طول موج مختلف لیزر رو از روی یه فیبر رو بر میدن همین که میان چیز میکنن چند تا فیبر استفاده میکنن روی به اصطلاح یه کارت شبکه بنابراین به هنده بانده چیز میرسیم دیگه فضایی آنچنانی میرسیم آره آره دیدم قبلا که این بهش میگن دیویژن مالتیپلکسینگ دیگه یه نوع از مالتیپلکسینگ حساب میشه نه آره آره دقیقا حالا و توی بحث فایبر خب در واقع ما CWM داریم خب و چیزه به اصطلاح اون یکیش رو که به اصطلاح کورسشه و DWM خب دیویژن خب تا سیش به تعداد چیزهایی که استفاده میشه تعداد کورسه خب یعنی اون دی هم دنسه خب یعنی چیزای بیشتری چندین تا طول موچ هستش که از, از روی یه فیبر میره مم. آره و همون فیبر همون بعدیش خوبیش اینجاست که همون اینفراستراکچر قدیمیه یعنی مثلا به فرض فیبری که بین اقیانوس هستش ما داریم این عوض نمیشه همونه فقط چیز میشه میاد و چندین تا به اصطلاح چیز رو طول مولش رو رد میکنن و پهنای بانده عجیب و غریب میرسن آره خیلی فیبر نور جالبه اتفاقا شرکت اینتل یه شرکت دیگه خریده بود حالا این این خیلی خیلی به خصوص برای کسایی که تو شبکه و اینا کار میکنن هست یه شرکت به اسم برفود خرید خب و این برفود خب. یه ایسیک به اسم توفینو میسازه الان توفینو دو ساختن که نمیدونم خب. سویچینگ فبریکش یعنی اون ایسیکش میتونه چند صد ترابیت در ثانیه سویچ بکنه یعنی خیلی زیاد و چیکار کردن؟ اینتل ایت اوورده میتونین اینو سرچش کنیم بعدا کو پکیجد اپتیکس خب حالا ت... یه سویچ خب. تصور کن خب وقتی میخوای فیبر خب. نور بذاری توی این سویچ خب این سویچ باید چیزی باشه که این فیبر نور رو تبدیلش کنه به یک یه اتصال برقی یه چیز سیگنال الکترونیکی خوب و خب نیاز به یه ترانسیور داری خب که این بله بله این سیگنال فیبر نور رو این نور رو تبدیلش کنه به این الکترون ها که توی این اه چیز میشه خب درسته. این خیلی برق میخواد این خیلی انرژی میخواد و خب این برقش این سویچ باید بهش بده دیگه این این یه دستگاه یک حالا من یه ایمیج میذارم برای بیننده ها این چیکار میکنه این این ته اون،, اون فیش اون فیبر نور این رو میذاری و اینو رو بعدش میذاری توی سویچ بزنی یه عکس میارم بالا برای همه حالا اینتل اومد چیکار کرد این رو برد نزدیکتر به اون چیپ ایسیکشون به اون سویچینگ به قول اینا سویچینگ فبریک و بهش میگن کو اپتیک دیگه چیکار میکنن اون فیش چیز نور رو مستقیما میزانش تو سویچ بدون هیچ نیاز به ترانسیور و اون فیبر نور ادامه میده تا یه چند میلیمتر از اون چیپ که داخل سویچ قرار میده آه. آره اینطوری اینطوری مصرف برقش خیلی اومده پایین و میتونن راحت تر اینو بسازن حتی و میتونن بیشتر بسازن فیلیور ریتشون یعنی اون نمیدونم فیلیور ریت به فارسی چی میشه ولی تعدادی که میسازن مقداری که خراب در میاد دیگه کمتر درصد خطا آره. آره. درصد خطاشون خطا. کمتر يعني... و ایناست خیلی جالبه و سمت این چیزا چیز ماژول اس اف و پلاس و کیو در کار نیست ها؟ آره دقیقا اصلا اینا رو دیگه استفاده آره نمی مستقیما اون فیش فیبر میره توی آره. سویچ و اون ادامه میده داخل آره. سویچ اون فیبر نور هم ادامه میده تا اون چیپ اونجا دستیک به چیپ تبدیلش می کنه درسته خب آره و خب ما به این مسائل که داریم میریم خب خیلی چیز میشه و میاد من لینکی میذارم نمیدونم این لینکو میتونید برای بچه ها نشون بدین احتمالا توی تویچ که میاد سانسوره ولی میتونی جاهای دیگه بفرستی منم بتونم پیستش کنم خب بذار ببینم تو تویچ اومد ها برای شما نشون میده برای ولی برای دیگران سانسور <تصفح> خیلی عجب پس بذارم برم این ور اه... خب توی جنرال این ور باشی باش اومد بله اومد بذار اینو کپی لینک میزنم و میزارمش این با امیدوارم دیگه سانسور نکرده اینو میتونین تایید تایید کنین <تصفح> آره آره اومد من دیدم آره ببین این حالا نمیدم این مردی یا نه الو سرات قد شدید لحظه الو این مپ دیده یا نه نمیدونم نه نه ایدم قبلا بذار خب اوردمش روی استریم تو تصویر گذاشتمش آه. آره این در واقع چیزه به مپیه که یکی از بزرگترین چیزای کاپکشی های فیبر نوری در جهانه خب امه. که یه مداری زیادی از شاهراهای اطلاعات اینترنت جهان از طریق این میگذره و خب این بحثی که بود همون که کرده بودیم که این چیز میشه به این رو دارن خب و بعد مجبور بودن که دنبال راه حلی باشن که دیتای بیشتری از طریق این انتقال بدن به اون تکنولوژی DWN و CWM رسیدن مم. از این طریق آره ای خیلی باحاله حالا این, با... این کابلای زیر زیر اقیانوس پهنای باندشون چیه میدونین ببین ناکو همون بحث پهنای باند نیست خوب. بحث اینجا بود که ما اینقدر مثلا... که انقدر رشته سینگل مود فایبر مثلا توش رد شده خب, و خب. بعد هی اومدن با تکنولوژی مختلف رو پهنای بانده هی دارن زیاد میکنن آه درسته ولی در حالت فعلی چی؟ الان میدونید الان چقدر ازش دارن استفاده میکنن؟ چندتا از اون فیبر رو دارن استفاده میکنن؟ دارن بدونن. چون خیلی جذابه دوست دارم بدونم چون که این اینم میریم توی بحث اوور پروویژنینگ خب هره. میگیم که خب اوکی حالا سویچمون چند صد ترابیت میتونه سویچ بکنه ولی اگه اون کابل زیر اقیانوس فقط نمیدونم یه ترابیت پهنای باند داره یه جورایی داری حساب میکنه که خب اکثر حجم داده که انتقال میشه توی خود همون کشور میمونه یا تو اون کانتیننت دیگه نمی‌دونم میشه میمونه آره. ببین ناکم اینجا نوشته 1999 صفر مایز صفر دو ترابیت بوده بعد 2007 شده ممیز 96 حالا ما میگیریم یه ترابیت خب 2009 یک ممیز 28 ترابیت بعد 2015 چهار ممیز 6 ترابیت خب و الان در حال حاضر دو ممیز 3 ترابیت پر پر خب و آره حالا چند پره بذارید نها کنیم نه. و خلاصه همجوری اومدن با تکنولوژی مختلف اینا چیز کردن و خب حالا اینکه این, که این باند همون بحث قبلی که ما با شما داشتیم یعنی اینکه شما دیگه در یه همچین حجمی میرسی دیگه سیستم های پراسسینگ معمولی اینا نمیکشه یعنی یا باید یه چیپ ایسیک باشه هم هاردور آفلادینگه که مثلا بتونه که اینا رو حالا چه برای روتینگ یا چه برای مثلا در مقیاس لیرهای بالاتر برای پروسس دیگه بتونه این حجم از دیتا رو پروسس بکنه ام. و مجبور بودن که یه همچین چیزایی رو هی جلوتر که میرن و همون بحثی که کردیم الان مثلا به فرض قبلا با یه دیود بود که میومد اینا تبدیل میکرد به سیگنال الکتریکی که بعد میرفتش توی یه دونه چیپ که بعد اینا چیز میکردش پروسس میکرد الان دیگه اون دایی که هستش دای سیلیکون نور مستقیم میاد میره تو خودش اره دقیقا حالا فکر این شرکت هایی که باید اینا رو پیش بینی کنن و اینا رو پیاده سازی میکنن گوگل مایکروسافت اینا دیتا سنتر های خیلی بزرگ تو دو جاهای مختلف دارن و کلی سرور و اینا دارن و باید محاسبه کنم ببینم که خب ما توی اسکیل جهانی باید چه کار بکنیم که سرویسمون بهتر بشه چه کابل فیبر نور زیر اقیانوس اوقا... رد کنیم که به فلان اه... کشور م... م... نمیدونم سرویس با کیفیت بدیم و اینا یعنی در این آمد. حد باید فکر کنن از از کابل فیبر زیر اقیانوس تا, سویچ هایی که تو دیتا سنتر استفاده میشه که اون کابلش میره به خود سرور و بعدش تو اون سرور چه کارت شبکه ای چه کارت گرافیکی چی داره که اون حجم داده رو بتونه رو انجام, بده. انجام, بده دقیقا یعنی یکی باید باشه که تمام این چیزها رو به این چیزها فکر کنه و محاسبه کنه و آنالیز کنه که کجا باید خرج کنه خیلی کار جذابیه دوستان بدونم تو این شرکت ها چی کار میکنن چی جوری این به این چیزا فکر ببین خب ناکن ب... سلوشن های مختلفی وجود داره که بعضی شرکت های سخت افزاری میان روش کار میکنن و بعضی وقتا هم شرکت های نرم افزاری... خب مثلا به فرض دارم میگم پیداش سی ها روشی بوده یه جورهایی برای رفع محدودیت همین پهنای بندویت خب هم گفتن که خب به فرض به فرض به فرض ما مثلا 100 تا یوزر توی استرالیا میخوان به فرض برن سایت example.com رو ببینن بعد این مثلا توش یه جی داره این دلیل نداره که این مثلا اگه سرورش مثلا example.com در حالا مثلا در پاریس باشه همه برن از اون دیتا رو بگیرن و این بیاد بنابراین ما میایم و این رو, این رو چیز میکنیم دیستریبیوت میکنیم روی سرورهای مختلف و موقعی که یوزر میخواد بیاد اینو بگیره با تکنولوژی مثلا به فرض با DNS پس میشه به سرور لوکال به سرور ام. لوکال سی دی فقط یه بار از سرور اصلی اینو میگیره و بعد دفعه بعدش میره از روی مثلا به فرض با دستور HTTP هد چک میکنه آیا تغییر کردی یا نه تغییر نکردی دوباره لوکال رو فقط از کش خودش برمیداره خب آره و خب حالا در مقیاس بالا خب سخت افزاری هم دارن کار میکنن و خب این همیشه جنگیه بین هم چون سخت افزاری ها میخوان هاردور جدیدتر خودشون بفروشن و خب هاردور قبلی رو مثلا جایگزین بکنن با سخت چیزهای قدیم نرم افزاری هم میخوان خب کمتر به اینا پول بدن و از اون چیزی که دارن هزار سال استفاده کنن ام. و خب این وسط همیشه چیز دیگه یه نبرد ناتمام بین اینا وجود داره حالا تا یه جایی بعضی وقتا یه چیزایی اشباه میشه حقیقت هم هست بعضی وقتا یه سری تکنولوژی ها هستن که دیگه چیز میشه دیگه اشباش میرسیم و دیگه مثلا تموم میشه یعنی مثلا میگن که دیگه این ماجرا حل شد دیگه انقدر میگه پهنه باند یا مثلا به فرض حالا هر چیزی که مورد نیازشه دیگه اهمیتی دیگه نداره یه کامان تکنولوژی میشه بالاخره به اینجا میرسیم آره بالاخره میرسیم به اینجا ها حالا جالب اینجاست که تو شما مثال استرالیا رو چیز کردین که CDN مثلا تو استرالیا کار کنه حالا من یکم اطلاع دارم توی استرالیا CDN وجود داره ولی صاحب شبکه ها با CDN ها دوست ندارن همکاری کنن چون که <laughs> بله اون کابل چ... از نقطه 26 تا 27 که میبینیم تو این نموداری که برای برا ما تو این ویکیپیدیا که لینک فرستادیم اون حجم داده که ازش از رد میشه خب این صاحب این شبکه هم یه هزینه میگیرن یه پولی میگیرن از اینها خب مثلا خب. نتفلیکس و اینا که توی استرالیا هاشون رو پخش میکنن یا هر کی میتونه نتفلیکس تماشا کنه یا آمازون یا هر یا یوتیوب یا هر چیزی این شرکت ها وقتی که وصل میشن به اون اکسچنج اینترنت اکسچنج که به این کابل وصله باید یه پولی به این شبکه بدن که خب من میخوام این داده رو از شما رد کنم میخوام از این ور تا اون ور بره و میخوام از کابل شما استفاده کنم از پهنای باند شما استفاده کنم و یکم استرالیای کل شق نمیذارن که با هزینه پایین این کار رو بکنن و خب میدونم از اطلاعات داخلی که, <س morgenBRUNO> که متاسفانه سی ها نمیتونن قرارداد خیلی خوب با استرالیا ببندن یه حیف واقعا چون استرالیا خیلی فاصله داره از کشورهای دیگه و مجبورن آه. از این استفاده کنن و خب وقتی که میگی که یه, یه جمع فروشنده از سخت افزار داریم کسایی که میخوام سخت افزارشون رو بفروشن آره. یه آره. 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 طرف هم داریم برنامه نویسا که میخوان همه چی رو بهینه بکنن با همون چیزی که دارن بسازن بعدش یه گروه دیگه داریم که آره. ر... ر... گروه سوم سوم داریم گروه سوم که میخوان از همه چیز استفاده بکنن بکنن و هزینه بذارن رو همه چی و این صاحب شبکه ها میشه متاسفانه آره, آره نه میخوان چیز بکنن دستلا حالا یه انفراسترکچری دارن میخوان تا اول همینجوری من... <applause> آره, آره متاسفانه این طوریه دیگه آره خب و خب بعضی جاها ما داریم که الان بنا به عوارض طبیعی زمین از نظر حالا فرض دارم میگم اه, کو, اه, کوهستانی بودن یا حالا اه, شکل دیگر یا وجود مثلا عوارز آبی یا اه, محدودیت دیگه مثلا به فرض شهریه که خیلی قدیمی درست دیولوب نشده پلن شهر خوب نبوده دست یه جا میفته و این ماجرا چیزه ما میدونیم مثلا تو استرالیا در مورد اه, اه, چیزه یه خیلی سال اصلا یه بحث بزرگ انتخاباتی در استرالیا که یه چیز دارن به گلوبال پلان داشتن که میخواستن ببینن که ما اینا رو فیبری کنیم یا مثلا روی معماری روی معماری همون کوپر بریم جلو مسی باشه یا میکس باشه و این همین جوری هی چیز میرفته استرالیا چی بود نشنال نتورک نمیدونم NBN NBN آره نشنال برود بندت پروگرام نمیدونم دقیقا نه آره دقیقا و حالا همین ماجرا میره جلو تو بعضی جام حالا حالا چیزهای قدیمی حالا مثلا به فرض اوپراتو... چیزهای مخابراتی قدیمی که حالا وجود دارن مانع هستن بعضی وقتا بعضی وقتا سیاست مداران میان جلو که یه چیز عجیب و غریبی قریبی خودشون اختراع میکنن که حالا یه چیز بحث خیلی چیزی حالا یه بعضی وقتا میخوان نظر وجود حالا نمیدونم پرایوسی کار کنن بعضی وقت دنبال شنود مردم هستن ما مثلا می خب میدونیم که تو انگلیس خب خیلی بحث بود دیگه چون یه گتوی بزرگ بین قاره آمریکا و اروپا و بقیه جهانه دیگه این برای عکس ما حالا نشون داده نشده ولی از اونور از انگلیس عبور پیدا میکنه و خب اونا وسط خب میخواستن به پاکت ها بیاد و اینا ما بخورد اینا رو ببینیم که کی کجا میره اتفاقا شنیدم قبلا که توی انگلیس خب دلیل اینکه انگلیس پیشرفت نکرد توی نمیدونم چل سال پیش توی چیزهای کامپیوتر و اینا یعنی سیلیکو دلیل این که سیلیکون دلیل اینکه سیلیکون ولی توی سیلیکون ولیه تو آمریکا خب هست و تو انگلیس نیست این بود که ما یه وزیر داشتیم خانم مارگرت تاچر که خیلی خیلی میشناسنش و خیلی این این خیلی خیلی میشناسنش به خاطر اینکه صنعت زغال رو توی انگلیس دیگه بست خب دیگه کاملا خوب، بستش did. و خیلی خیلی دیگه, دیگه بیکار شدن این مثل که یه کار دیگه هم کرده بود اون موقع برنامه داشتن مم. که توی فکر دهه 80 بود دهه 70 یادم نمیاد دقیقاً. ام... میخواستن که فیبرنور رو شروع کنن توی انگلیس 40 سال پیش خوب. میخواستن اون این, کارو کار رو شروع کنن ولی این خانم مارگر تچر گفت نه گفت نه و دیگه هیچ دیگه ما موندیم تا نمیدونم 2015 که تازه داریم الان من تازه توی انگلیس داریم فیبر رو مستقیم به خونه میگیریم حالا من دارم با بیننده های فار ایرانی صحبت میکنم که متاسفانه خیلی هم فیبر فیبرنون ندارن ولی خب خب نه ببین یه سوال من تا جایی که من فیبر نوری من صحبت میکنم در مثلا خب لندن هم با تکنولوژی جیپان دیگه یعنی تا 300 مگابیت میتونید شما بگیرید درسته آه تا گیگابیت شدی تا گیگابیت شدی آه خب پس دایرکته فرق جیپان با دایرکت میدونی چیه فکر کنم هنوز جیپانه ها من فکر نکنم مستقیما همون اینترنت رو مم. چیز باشه فکر کنم جیپانه هنوز جیپان ولی ببین نکن حالا فرقش شما توضیح میدی برای دوستان یا اینکه نه بفرمو بفرم شما می ببینید نکنید حالا برای بچه که نمیدونن جیپان یعنی اینکه پسیو اپتیکال نتورکه خب که این یه دونه فیبر مثلا به فرض از مخابرات منطقه میاد بعد مثلا تا یه برج یا مثلا حالا یه کامپلکس یه مجتمع و بعد یه وسیله هایی هستن که وسیله کاملا پسیو هستن توش هیچ قطع الکترونیکی نداره یه جور چیز شبیه منشوره این میاد تقسیم میکنه تا حالا مثلا 128 تا ولی اغلب انقدر نه خب و بعد اون رو تقسیم میکنه بین حالا که به هر کاربر میرسه یه پهنه باند مثلا دو ممیز چهار گیگابیتی رو میشکنه بین این تعداد و اه اه چیزه به اصطلاح بحث انکریپشن اینا هم در لایه های بالاتر شبکه انجام میشه که یعنی برادکست نور برای هم است ولی خب بعد متوق... چیز میشه دیگه هر کسی فقط بعدا در نهایت پکت های مربوط به خودش رو میگیره و خب منتها خب در بعضی کشورها در چند سال گذشته همون بحث این داشتن که آقا ما این کارو رو بکنیم که ارزونتر تر تمام بشه یا یعنی اینکه بیایم که از هر کی یه دونه فیبر نوری مستقیم ببریم تا مرکز مخابرات که بعدا اون بحث اینکه حالا بتونیم که مثلا برای همون فیبر رو چند تا سیگنال نوری توش چند طول موج نوری عبور بدیم یا کاربرد دیگر رو بتونیم استفاده بکنیم که بعضی کشورها این کارو کردن بعضی شهرها این کارو کردن خیلی از کشورهای نوردیک یعنی کشورهای اروپای شمالی چی, میگن استلم بهش خدایا به فارسی اصطلاح به خصوص اسکاندیناوی خب. و بعضی شهرهایی مثلا مثلا کیپ تاون در آفریقای جنوبی و یا خیلی جاهای دیگه اومدن یه همچین تکنولوژی رو پیاده کردن بعضی جاها هم نکردن خب اه... مثلا حالا خب مثالشو بزنیم همون حالا تهران خودمون فیبر نوری که پیاده شده همون تکنولوژی جیپانه یعنی اینکه هم که گفتم یه دونه فیبر میاد با یه منشور اپتیکال شکسته میشه سیگنال برای انتا مشترک و اینو نداریم که بعدا آپگریدبیلیتی داشته باشه متاسفانه, متاسفانه. خب ولی لندن هم پس همچین آه... لندن خیلی چیزا داریم. دقیقا نمیدونم چیا داریم چون که خب پایتخت این انگلیس دیگه خیلی چیزا داریم و خب لندن آره خب قطعا آخه خیلی اومدم خارج از. خب ما آخه چی داریم. همونطوری که فکر کنم آه تو ایران شرکت زیرساخت داریم درسته؟ بله بله, بله. ما هم همچین چیزی رو داریم. بهش میگن اسمش اوپن ریچه خب کلاً خب. زیرساخت همه خطای مسی و اون خطایی که وی دی که یعنی تا یه حدی فیبر نور بعدش مسی میشه خط تلفنی و همه چیشون دست اوناست خب اونا صاحبشون کابینت آر اف تی تی سی فایبر تو کابینت خب همه چی دست اوناست اونا صاحبشون هستن و اونا مدیریت میکنن و خراب بشه میان تعمیر میکنن و اینا ولی یه سری آی اس پی هم داریم که از اون کرایه میکنه لاین رنتال میگیرن و اون لاین رنتال رو اون هزینه مستقیم میدن به مشتری خب مثلا س... ویرجین ویرجین فرق میکنه چون ویرجین یه شرکتیه که زیر ساختش کاملا جداست از این شبکه اوپن ریچ خب و آه. الان که صحبت لندن میکنیم چند تا یه جورای شرکت آی داریم که کاملا زیر ساختشون جداه از اوپن ریچ که کل انگلیس رو داره خب و اینا یه جورای کامیونیتی هستن یا کوپریشن هستن کوپراتیو هستن مثلا هر کی که مشتریه یه سهمی هم تو اون شرکت داره خب ایک یکی هست که تو اروپا اه, تو انگلیس ولی خب تو اروپا خیلی از ازش به عنوان یک نمونه استفاده شده اسمش بارن B4ARN اینطور اسپل میشه آه. که آه. آه، تو خیلی جاهایی که چی میش میگن رورال uh, اریاز مناطق روستایی آ روستایی و اینا خب میرن آه. خط فیبر نور 10 گیگابیتی به روستا <تصفح> به به خونه ها میدن و اینا یعنی کسی که تو اون منطقه زندگی میکنه اینترنت الان چند ساله اینترنت 10 گیگابیتی داره و اصلا انتظارش نمیتونی داشته باشی که چنین منطقه اینترنت به این خوبی داشته باشه خب آره ببین خب خیلی مسائل م... م... چیز متفاوته من با شخصی در یه گروه تلگرام داشتم چت میکردم که سوئیسی بود دیروز یا پیروز و صحبت اینترنت چیز بود صحبت اینترنت در سوئیس بود و خب در مناطق شمالی سوئیس که فلت عوارض طبیعی زمین کمه الان خیلی راحت میتونن گیگابیت یا بالاتر بگیرن م. ولی مثلا در مناطق جنوبی که کاملا کوهستانیه و مناطق جنوب و جنوب شرقی در حال حاضر حالا مثلا قانونی که دارن قانونه حداقل به هر کسی 100 مگابیت میدن و خب مثلا بعضی جا ممکنه شما بالای 100 مگابیت رو نتونی بگیری م. آه. تا تا اخیرا ما اینجا تا 80 مگابیت میتونستیم بگیریم خب. و آه. فیبر و نور خیلی خیلی کم بود هنوزم خیلی کمه فکر کنم زیر کمتر از 5 درصد کلا فیبر نور داریم تو, تو این کشور ولی تا آه. 95 درصد وی دی ال فایبر تو کابینت داریم که این آه. الان 10 ساله که دارن درستش میکنن این اینا رو پخش میکنن آه. تو 80 مگابیت میتونستیم بگیریم بعدش خب. یهوی یه نمیدونم چی شد که دولت انگلیس برگشت گفت که خب نه دیگه بسه آی اس پی و این شرکت زیر ساخت ما اوپن ریچ به اندازه کافی ما رو گول زده گفته که ما فیبر نور گذاشتیم ولی این فیبر نور واقعی نیست و مجبورشون کردم مجبورشون کردن, کردن گفتم ببین تو باید چیز فیبرون مستقیم به خونه بذاریم و خب اینا no, بازم آره FTP فایبر تو پرمیسیس اینا بازم اجارشون بلند شدن این تنبل بازی ها رو گذاشتن کنار و شروع کردن فیبرون رو گذاشتن چون خیلی مسخره بود که این همه پول ریختن این همه خرج کردن روی یک تکنولوژی که میدونستن باش 5 سال عمر میکنه ولی کشورهای دیگه مثل هلند میرن مستقیما ده سال پیش 15 سال پیش فیبرونو رو مستقیم به خونه میذارن و عمر کردن حالا آخر نکته اینجاست که با توجه به قیمت های جهانی مس خب الان در حال حاضر خیلی هم سود دست در بعضی جاها میان اینا رو عب... قدیمی رو همه رو جمع میکنن و خب کلی هم مثلا سود دست به خصوص من اگه اشتباه نکنم لندن تمام سیستم های کابل و فیبر اینا همه چیزه به زیر زمینه درست میگم یا نه درست و شما چیزی به مثل دکل برقاینا نمیبینی اشتباه میگم من اصلاح کن دکل, کمه. دکل میبینیم ولی خب به هر حال اون چیزی که از دکل دکل, دکل تلفن مثلا دارید شما اونجا آره آره داره خیلی کمه ولی فکر کنم تا جایی که من چیز کردم یعنی تمام منحول وجود و همه چیز خیلی زیر زمینیه درست میگم یا اشتباه میکنم آره دارم از هر دو مدل داریم زیاد بستگی داره آره کجا بس داره بله... کجا بس دارم؟ آره کجاش باشه <تصفح> آره ولی بله خب حالا مثلا عوض کردن تمام این ها میتونه خیلی کمک بکنه ولی خب حالا فعلا میگم <تصفح> دیگه حالا بعضی جا سرمایه گذاری ها کردن و بعد سرمایه گذاری درست هم کردن چون یک بار برای همیشه کار تمام کردن دیگه حالا اونایی که اومدن کامل فیبر بردن مستقیم فایبر تو د پرامیسز یا مثلا فایبر تو د هومی که انجام دادم نه با تکنولوژی جیپان بلکه واقعا یه فیبر بیاد کامل مستقیم و به هر مشترک برسه دیگه اونا دیگه تا مدت خیالشون راحته انگار که شما, شما, یه چیز دارید که باش هی میتونید پهنای باند رو بالا ببرید بدون چیز بسطلا درد سرای آنچنانی برای هر مشترک به صورت در که مثلا ممکنه در یه جای دیگه بخواید برای یه مشترک این کار رو بکنید با جیپان این کار اتفاق نمیتونه بیفته بله دیگه همین آره و میگن که خب حالا بعضیا میگن فیبرونور سختتر تعمیرش ولی بله خب نمیدونن که فیبرونور میشه میجوش... اصلا... میتونیم بجوشونشون دو تا فیبرونور با هم آره فیبر نور ببین ناکن حالا اسپلایسینگ که دو تا فیبر نور رو بخوای به هم وصل بکنی حالا به جز تکنولوژی فیوژن که دوتا فیبر رو مثلا میای با هم دقیقا به قول شما میجوشونی تکنولوژی خیلی خیل، حالا مکانیکالش هم خب هست برای مثلا حتی برای سینگل مود یه خورده سخته ولی بله خب اصلا کلا یه کار خیلی چیزه یعنی یه مقداری اینوستمنت اولیه ابزاری اگر یه چیز به حالا یه مخابرات کشور درست انجام بده حالا چه به صورت کل پرایوت کنتراکتور باشن یا به صورت خودش این کارو بکنه میتونه خیلی سریع این کار انجام بده و بعد خیالش رو برای مدت طولانی رفع بکنه حالا بگذاریم خیلی در مورد مسئله سخت افزاری صحبت آه کردیم آه. دیگه آره دیگه آره دیگه اتفاقا داشتم به این فکر کنم که خب الان یک ساعت و نیم شده فکر کنم به اندازه آه. کافی در مورد خیلی نو چیزا صحبت کردیم و آره دیگه... خیلی پ... صحبت کردیم آه آه. و خب آره. شما الان حتما نمیداری چیزم هستم کچاپ نکردم در مورد ویدیوات آخرین ویدیوی چند تا ویدیو اخیر که گذاشته چی بود حالا قبل از اینکه رپ بکنیم اینا تمامش کنیم خب آره ویدیوهای قبلیمون در مورد سری ویدیو در مورد لینوکس و نتورکینگ نت فیلتر ان اف تیبلز داشتیم سر... ان تیبلز و نت فیلترز داشتی خب یه سری ویدیو در مورد ام... Uh, Prometheus و گرافانا و مانیتورینگ سیستم لینوکس داشتیم uh, آه, و داشت. یه سری ویدیو هم داشته بعد اتو... یه دو تا ویدیو در مورد انسیبل هم داشتم uh, که حالا که اینا رو گفتم میخوام استریم های بعدی شروع کنم کد زدن خیلی طرفدار دارم میسین کد كود... اه... ببین ناکن خب کد زدن خیلی آره طرفدار داره و خب متخب... اه... چیز دیگه من نمیدونم در چه زمینه کد بزنی حالا مثلا میخوای در مورد جنرال کرنل نت... نتورکینگ باشه یا اینکه مثلا میخوای در مورد چیز خیلی تخصصی تر باشه مثلا چه میدونم در مورد کرل میخوای بزنی یا اینکه مثلا میخوای چیکار چی بکنی در چه زمینه میخوای بزنی یه ایده دارم یه ایده دارم حالا یه تیزر میدم ش... سیکرته نه, نه 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 یه تیزر میدم یه تیزر میدم یه, می یه کم بچا مزه کنن ببینن ببینن حال میکنن یا نه میخوام یه چیزی یه ایده, ایده ای که خیلی وقت تو ذهنم هست میخوام یه پروگرام بنویسم یه چیزی بنویسم که بتونه لیتنسی ارتباط های TCP که به طور عادی برقرار میکنی رو محاسبه کنه و ذخیره کنه تو یک دیتا بیسی چیزی و این کجا استفاده میتونی ازش استفاده کنی؟ مثلا فرض کن یه روتری چیزی داشتین تو خونتون که لینوکسه این پروگرام رو روش اجرا میکنه و وصلش میکنی به یه دیتا بیسی چیزی و آه. به حالت عادی سیستمتون استفاده میکنین گوشیتون استفاده میکنین از وای فایتون استفاده میکنین که کلی ارتباط تی سی پی برقرار میکنه و میتونه لیتنسی اینترنتتون رو از بر اساس خب. اون ارتباط تی سی پی محاسبه کنه و اون رو ذخیره کنه که بعدش میتونیم نمایش بدی با گرافانا یا چیزی با اون درسته من یه کاری که حتی من در ایده کار خود من بوده حالا به عنوان کار هابی شاید بخوام انجام بدم حالا بحث همه لیتن... لیتنسی های شد نمیدونم سیستم OONI Open Observatory چیز رو دیدی یا نه دیدی آره آشنایی دارم بله،, بله یه چند وقت پیش آره. یه سری داده دادن خیلی جالب بود یه بلاگ زدن آره آره و من میخوام اونو یه مداری شاید روش کار بکنم بر مبنای یه سافری داره یه کسی داخل ایران که یه راداری هست و میخوام منتها یه چیز اوپن سورسی بنویسیم بنویسم بر حسب دیتا های او آی و شاید این کار بکنم و خب که بتونه یه جایگزینی برای اون باشه شاید روی ماجرا رو من بخوام کار بکنم خیلی جالبه خیلی جالبه اتفاقا من خیلی وقت یه علاقه دارم که چنین سیستم رو پیاده سازی کنم خودم ولی خب چون که من تو ایران نیستم خیلی کمتر انگیزه دارم که چین چیز رو بسازم چون وضع نت اینجا خیلی بهتره و اونقدر نیاز به این چیزا نیست ولی اگه چیزی چنین چیزی رو میخوای بسازی یا میخوای تغییرش بدی یا هر چیزی خیلی چیز جالبیه منم پیشنهاد میکنم که دائم در موردش توییت کنید بگید یا استریم کنید یا ویدیو بسازید نه خب این چیزی که آدم میخواد با چیزی که پیاده میکنه یه بحث متفاوته من یه حقیقتی هم اینجاست که من سالها خودم رو دور از جامعه کامیونیتی آیتی ایران بودم و خب حالا یکی از بچه هایی که توی حالا یواش با تلگرام و اینا آشنا شدیم گفتش بیا بیا ببینیم بچه ها همدیگر ببینن و اینا بب... و رفتم دیدم و اینا خب چون یه یعنی بداری من اصطلاحا کانزیومر این تکنولوژی ها بودم به جز مصارف کاری خودم ام. ولی خب حالا بعضی وقتا یه چیزایی میبینم که می‌بینم که بچه‌ها شاید استفاده بکنن بتونه به دردشون بخوره و این یه چیزی که نیست و در کشور ما جایگزینی براش نیست و نیاز به وجودش هست حالا ببینیم چی میشه خب من خیلی تشکر میکنم دیگه استریمم طولانی شد و خیلی 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 خوششد. خسته آره میشن و خب من خدافزی کنیم باشه باشه بره بره خیلی خوشحال شدم که اومدی فکر همه مرسی. خیلی خوشحال شدم که شما اومدید چون که تعداد بیننده ها خیلی زیاد شده بود ام امیدوارم که حالا یه روز دیگه شاید در آینده بازم برگردید چون خیلی صحبت خوبی داشتیم باشه حالا شدن. باش دیگه متنوع باشه که با بچه دیگه هم صحبت کن بچه خیلی خوبی هستن درکه اون هستن که افراد مختلفی باشه چند وقتی یه باری همچین چیزی رو بذاری جالبه به نظر من آره من خانم. دقیقا داشتم به همین فکر میکردم میخوام شروع <تصفح> کنم با هر چند هفته یه بار مثلا یکی رو بیارم باش صحبت کنم ببین فقط قبل از اینکه رپاپ کنیم کسی سوالی نداره،, سوالی نداره چیزی نداره نه دیگه کسی نیست ها یه چند نفر هنوز یه چند نفر هنوز هستش نمیدونم اگه سوال دارن خواهش چیز خاصی نمیدونم اگه چیز خاصی گفتیم که نیاز به سوال داره ولی خب اگر داشتم میتونم سوالش بپرسم آره خیلی خوب باشه پس فعلا من خدافزی میکنم باشه خیلی خوب بود خوش گذشت شبتون بخیر مرسی شب بخیر خدافز خداحافظ خب این استریم خیلی خوب بود اگه دوست داشتین این استریم رو بازم یا اگه یه قسمتش رو ندیدین میخواین دوباره ببینید میتونین میتونین بازم این استریم رو توی یوتیوب ببینید یک کانال تلگرام هم هست میتونین نظراتون رو اونجا بدین اگه یکی دیگر رو میشناسین یا خودتون میخوایم بیاین تو استریم اگه میشناسمتون یا حرف جالبی دارین میتونین بیاین, تو توییتر خودم توییترم ات مارک پشه و حتما 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 برین توییتر علی میر جمالی رو ببینید فالو بزنید العاده آدم خوبیه و خیلی هم جالبه و پیشنهاد میکنم که باش صحبت کنین یه ات بزنین باش صحبت کنین خب پس اینم از من استریم خیلی طولانی شد اگه کاری دیگه ای نیست من دیگه شب بخیر رو بگم و خدافز شب بخیر